با سلام و آرزو هستم از فاتحه آرزو. امروز هم رسیدم خدمت شما نازنینان، چه خانمای گل مهربونم، چه آقایون بزرگوار. با فال ماه به ماه از فروردین ماه تا اسفند ماهی های نازنین در انتها تکنیت ورقه پاسور. امیدوارم که از فال لذت ببرین، جواب نیتاتون رو بگیرین و انرژی مثبتتون رو به بنده انتقال بدین. انرژی مثبت رو چه احساسی چه هر نیتی که دارین از این شمعه سفید و قرمز دریافت بکنین و تک تکتون به خواسته های قلبتون برسین. در انتها عرض کردم یه تکنیت ورقه پاسور براتون میکشم. منتها این دیگه شما هستین که نشان میدین آیا از فال راضی بودین یا نه با لایک و کامنت و یا قلب‌های قشنگ و رنگی که برای من میگذارین. این حداقل خواسته‌ای که من از شما دارم در قبال فال‌هایی که به خواسته شما دارم براتون انجام میدم. با آرزوی بهترین ها برای شما نازنینان، لطفا نیتتون رو انجام بدین تا مثل همیشه با نام خدای مهربون آغاز کنیم. بفرمایین بسم الله. فال ماهای سال فقط از فروردین ماه تا اسفند ماهی های عزیز. خب بسم الله الرحمن الرحیم. الهی به امید تو با نام خدای مهربون میخواییم برای فروردین ماهی ها تا اسفند ماهی های عزیزم ببینیم چه اتفاقاتی در راهه و انشالله اتفاقاتم هرچه زودتر براتون خوباش رخ بده و دلتون انشالله که شاد بشه. الهی آمین. خب یارو بذاریم. خب یه فقط یه حدودی براتون بهتون بگم، یه دیدار و وصال دارم براتون ببینم. خانم آقایی که همدیگر رو میبینی، اگر قهر کاتی بین یکی از طرفین هست، دیدار و ملاقاتی که بزودی براتون رخ میده، لباس آقایی که براتون دارم ببینم، پس برای آقایون ازدواج محرمیت افتاده انشالله، به آرامش رسیدن رو برای تعداد دوستان دارم ببینم، سرتون رو به آرامی روی بالش میسنی و به آرامش میسی. مرتبط با هر موضوعی که دغدغه خاطرتون شده، بزودی یک میهمانی دارین یا شخصی برای دیدار و ملاقات با شخصی میخوایم بکنی که هر جسش مثبته. حالا این میتونه مرتبط با هر موضوعی یک دیدار و ملاقاتی سر بگیره، آغاز یک رابطه باشه، قرار کاری باشه، ازدواج باشه، خواستگاری باشه، هر قراری که میخوایم بذاریم مثبت و روشن دارم براتون ببینم. اما بریم برای فروردین ماهی های نازنین تو اسفند ماهی های عزیزم. بسم الله. با فروردین ماهی گل شروع میکنم. کبوتری که داره براتون خبر میاره، شروع به کار جدید با یک تغییر مثبت رو براتون دارم میبینم. خب در کنارش یه زنبور عسل براتون نقش بسته. زنبور عسل همونطور که از اسمش پیداست، هم شهد داره هم شیرینی داره. کسی که توی زندگی شما الان حاضر هست، هم از شیرینیش دارین بهره میگیرین، از حس خوبی که از حضورش دارین میگیرین، در عین حال زهرم داره. یعنی اگه بخوایم کارو دمش بذاریم ممکنه بهتون آسیب هم بزنه. پس یه شخصیتی که هم از حضورش احساس آرامش و امنیت میکنین، همین که وقتی عصبانی بشه یا ناراحت و دلخورش بکنین، بد واکنش از طرفش ممکنه ببینیم. یه کادو و هدیه براتون دارم ببینم دریافت میکنی. دیدار و ملاقاتی که به زودی شکل خواهد گرفت، یه دیدار و ملاقات مرتبط با هر موضوعی هستش، راه براتون افتاده، یا قهری یا کاتی یا فاصله یا جدایی، هر چی که بوده به دو وعده آینده یک دیدار و ملاقات براتون رو خواهد داد. یه سری مسائل و مشکلات کوچیک و بزرگ دارم براتون ببینم، ولی مسائل و مشکلاتی که حل شدنی هست، زیر یک سقف براتون اتفاق میفته. حالا این زیر سقف کاریتون ممکنه با قدری سر مشکل برخورد کرده باشین، توی خونتون وقتی مشکل روبرو بشید، در هر حالت مسائلی که حل شدنیه، نگران نباشید. شخصی به سمتتون دستش رو دراز داره میکنه، مرتبط به یک قهر، قاطی، جدایی، یک بحث، بگو مگو و مشاجره، ازتون طلب کمک میکنه، کمکش بکنه. اگه شرایطش رو دارین، یعنی کمک میخواد که رابطهش رو قطع نشه، زندگیش از هم نباشه، ارتباطش به هم نخوره، کارش رو از دست نده، بس کمکش بکنید لطفا. خب اگر فکر میکنین که توی این رابطه احساسی که قرار گرفتی، یعنی یک رابطه حسی احساسی، حالا هر رابطه میتونه باشه، دوست داشتن دیگه، حالا محرمیت، دوستی، نامزدی، یا حتی ازدواج کردی ولی فکر می‌کنی همسر مقابلتون، شخص مقابلتون دوستتون نداره، یا توی رابطه دوستی هستین که فکر می‌کنین شخص مقابلتون احساسی بهتون نداره، هر چه که سخت در اشتباه هست، یه رابطه احساسی متقابل رو دارم بینتون می‌بینم.
حالا شاید وانمود نمیکنن، شاید نشان نمیدن که دوستتون دارن. تو 6 وعده آیدن پولی به دستتون میرسه که باعث خوشحالیتون میشه. یه خبرم داره به سمتتون، کبوتری داره براتون خبر میاره. تو چشم مدثر و لب خندارم دارم ببینم. پس به زودی از یک چشم انتظاری هم بیرون میای. بریم برای دوستان اردیبهشت ماهی عزیزم ببینم چه نقش بسته. اردیبهشت ماهی آغاز یک ارتباط احساسی رو دارم براتون ببینم به زودی. شاید هم دوام دار نباشه، یعنی با هم استارت یک رابطه رو با یک شخصی میزنین، شاید خیلی هم دوام دار نباشه، ولی اون تایمی که با هم دیگه اصلا قلب دارم ببینم، از با هم بودن احساس رضایت میکنی، یه تایم به با هم دوران خوش رو سر میکنین و ولی دوام دار من نمیبینم. مهر جدایی که روی سر خانم یا آقایی داره خورده میشه، واسه جدایی که براتون رو خواهد داد. دوستانی که نیتتون جدایی هستش، یه پول کوچیک به زیر مجموع عدد 5 رو براتون دارم میبینم به دستتون میرسه. حالا میتونه مرتبط 2, 5, 5, 500, 5 میلیون, 5 میلیارد هر چقدر که هست نمیدونم، ولی 5 هم درش دخیلی، یا تا 5 روز آینده، صحبت ماه و اینا نمی کنم، تا 5 روز آینده به 5 هفته انشالله که نمی کشه. سقف کاری براتون افتاده و زیرش پول براتون افتاده، پس ورود به سقف کاری هستش که براتون درآمدزایی داره، یا زیر سقفی که دارین کار میکنه حقوق و مزایاتون افزایش پیدا میکنه. یه بحث و بگو مگو و مشاجره دارم میبینم مرتبط با هر موضوعی هستش. سری یک سقف براتون رخ داره میده، حالا زیر سقف خونتون یه بحث کاری هستش و بحث مشکلات خانوادگیتون هستش، هرچه که هستش دوام دار نیست، حل و فصل میشه. یه هفته عدم موفقیت دارم براتون میدم، توی یه مسیری که قدم برداشتی یه ناموفق بودن رو تو اون زمینه ببینم، راهی که براتون باز میشه به موفقیت میرسی. یه راهی رو شروع کردی، انگار استارتش رو زدی، اونجور که دلتون میخواستی جواب نگرفتی، یه راه روشن براتون افتاده، مسیری که براتون گشایش باز میشه و هفت موفقیت رو به دست میاری. صبوری باید بکنین، تأمل باید بکنین، یه قدری صبر کنین جواب بهتون بده. خب یه راه احساسی قشنگ و خوشگلی که اینجا براتون نقش بسته به احساسی که راه احساسی که داره به ازدواج منتهی میشه، در یک مثلث عشق دارم براتون یه ذره ناکامی دارم ببینم، یا چشم انتظار شخصی هستین توی مثلث عشق ترکتون کرده. 3 وعده آینده ازش خبر خواهیم داشت و یه شادی در فصل سرما و زمستون، زمانی که داره برف میاد یا بارونه، هر چیزی سرما رو داره نشان میده. تو فصل سرما یه خوشحالی داری، یه پولی دور از دسترس هم براتون دارم ببینم، یه قدری دست نیافتن یا یه مالیه که قدری دسترسی بهش براتون سخته. حالا ارث مهر یه پولیه که به راحتی به دستش نخواهین آورد، زمان میبره یا همچین چیزی باید باشه دیگه. به هر حال یه قدری دور از شما دارم اینو میبینم. خب یه چیز دیگه جالبتر براتون افتاده این هستش که شخص برای رسیدن به هدفهاش، ببینیم پله 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 برای اینکه برسه به اینجا، از شما داره سوء استفاده میکنه. حالا این شخص هر کسی که هستش، یادم اولا دماغش رو ببینه، یه آدم فوق العاده دروغگو و پنهانکار هستش، ثانیا داره از شما سوء استفاده میکنه. حواستون جمع کنی، این شخص میتونه تو رابطتون باشه، تو دوستیتون باشه، تو کارتون، تو زندگیتون، تو اعضای خانوادهتون، هر کسی میتونه باشه. برای اینکه خودش به بالا برسه، برای اینکه خودش پیشرفت کنه، برای اینکه خودش به نتیجه برسه، شما رو کرده پله موفقیتش، از شما داره سوء استفاده میکنه. قدر حواستون لطفا جمع کنید. بریم برای دوستان خرداد ماهی عزیزم. خرداد ماهی گهواره براتون افتاده، فرزند، حال مرتبط با فرزند، بارداری، بچه، هر خبری که مرتبط با فرزند هستش رو براتون دارم ببینم. دوستانی که توی رابطه احساسی دلشکسته هستی، خوشحالی براتون افتاده، انشالله که از این دلشکستگی و غمگینی و ناراحتی میایین بیرون. خانمی که پشت بهتون کرده، خانم آقایی که به هم دیگه پشت کردی، حضور شخص سوم رو پررنگ دارم توی رابطتون میبینم، شاید به واسطه این هستش. حالا این آقای خانم گویا نیست، یکی توی زندگیتون ورود کرده، تو رابطتون ورود کرده، باعث سردی بین خانم آقایی شده. سقف روشن راه افتاده براتون، مرتبط به یک سقف کاری راهی میشین، مرتبط به کاری راهی میشین، هرچسش راه سقف روشن، شایدم راه، مسیر، سفر، مسافرت، مهاجرت، مرتبط با هر سقفی که در انتظار شماست به روشنی. اینم دارم براتون ببینم. خب یک مسئله مشکل قانونی رو براتون دارم ببینم که مرتبط با پول و مال هست، زمان میبره ولی نتیجه بهتون میده. آقایی هم که خوشحال خندون دایره زندگی رو داره ترک میکنه، برای آقایون خروج از دایره زندگی رو دارم ببینم،
هر جایی داری میریم به دل خوش داری میریم، با لب خندان داری یک جایی رو ترک میکنی. یه سری حروف افتاده، اگر درست بتونم حروف رو ببینم، خب اول از همه یه شاخه گندم واژگون هم دارم میبینم، انگار یه مالی رو مجبوری هزینه بکنی یا از دستتون میره، اینم دارم میبینم. انشالله که برگشت این مال براتون وجود داشته باشه به امید خدا. چرا میگم برمیگرده؟ چون اینجا براتون چهار افتاده و پول افتاده، تو چهار وعده آینده پول به دستتون میرسه، یا داره وعده پولی به رقم چهار به دستتون میرسه. یه مشکلی هم دو ذهنتون خیلی درگیر کرده، یا در آینده نزدیک به یک مشکلی برمیخورین که ممکنه اون مشکلی قدری ذهنتون رو به هم بریزه، انشالله که این مشکل براتون حل میشه. پیرامونش روشن دارم ببینم، بس قطعا مشکلتون انشالله حل خواهد شد، نگران نباشه. اما حروف ببینین، حروفی که براتون افتاده سین، عین، ه. حالا از هر هی که شما میخواین حساب کنین، من هی مثل هی آخر دارم ببینم، ولی ه فرقی نمیکنه. سین، عین، ه، ی، دال دارم براتون میبینم. هرچه هستش، یا از ایشون خبری برای ایشون هستش، یا از طرف ایشون خبری بهتون داده میشه، هرچه هستش دو تا چشم منتظر و یه سری حروف افتاده، انشالله که خبر خوش دریافتون کنین از یک چشم منتظری، انشالله بیرونه. یه هفته موفقیت دارم براتون میبینم، به یک موفقیت چشمگیری هم انشالله که به زودی دست پیدا میکنی. قراردادی رو داری امضا میکنی، معامله‌ای داری انجام میدین، هر کاری داری میکنی براتون نتیجه بخش هستش. یه راه احساسی که بسته شده بوده، ببینید دیگه داره به انتها میرسه، انگار یک تایم طولانی بوده شما یک مسیر احساسی تو یک رابطتون کلا بسته بوده، به خیلی کم رنگ انگار داره محو میشه، دیگه داره ارتباطتون با هم دیگه شکل میگیره، تمام میشه، اون دوران سخت پایان پیدا میکنه ان شاء الله به امید خدا. خب خط قرمزهایی رو براتون دارم ببینم، حالا من نمیدونم از این خط قرمزهایی میخواین گذر بکنی، محتاطانه عمل بکنی چون براتون دردسر افتاده، یا هاتون از یک جایی دارین فراتر میذارین که براتون درد سر ایجاد میکنه، که البته دارین سرک میکشین، حالا میخواین سر از کار کسی در بیارین به درد سر میفتین، یا میخواین هرچه که هستش سرک کشیدن، خطی که گذر میخواین بکنین و ببین خطی که کدر براتون درد سر ایجاد میکنه، سرتون تو کار خودتون باشه لطفاً. و دیگه چیزی نمیبینم. بریم برای دوستان تیرماهی عزیزم ببینم، تیرماهی های گل کبوتری که برای تو داره خبر میاره، مرتبط با یک خونه و آشیانه. حالا اگه جوی خونه هستین، کسب و کار هستین، خونه ببینید، خونه که کبوتری که به سمتتون داره میاد، پس به زودی خبر خوش، اخبار خوش مرتبط با یک خونه یا صاحب کاری. خونتون رو میخواین عوض کنین، جا به جایی منزل دارین، جا به جایی سقف دارین، هر چه که دارین، کبوتری که براتون به سودی حامل خبر خوش هستش. یه کاری رو که دست میدین به یه کار جدید ورود میکنین، ببینین از یه سقف به یک سقف دارین میرین، یا این سقف خیلی کم رنگ دارم میبینم وارد یه سقف پررنگ تر داریم شین، یا اونجا اونجور که شاید دو سقفه میشین، شاید حضورتون در سقف کاری قبلی توی قطع کم رنگ تر بشه و ورودتون به سقف دوم، چون مثل ماهی میبونه این سقف درآمدزایی بیشتری براتون داره، ورودتون رو پررنگ تر توی سقف دوم انجام بدین. دو وعده می اتفاق میفته، به دو وعده نزدیک این اتفاق میفته. حالا میگم یا سقفتون اصلا کلا محو میشه، سقف اول از دست میدین وارد سقف و دوم چون درآمدزایی براتون داره میشین، یا تو اونم هستین ولی کم رنگ تر، تا دو وعده آیدن ورود به سقف دوم رو خواهد داد. از یک بی‌عدالتی، ناعدالتی، نمیدونم یک ترازویی که کدر دارم ببینم، اونجور که دلتون میخواسته براتون رأی صادر نشده، یا در حقتون ظلم شده، ستمی شده، نمیدونم هر چی که هست، الان احساس خوبی ندارین، حس خوبی ندارین، مطمئن باشین که جوابشو میگیرین، مطمئن باشین که اون شخصی که در حقتون ناعدالتی کرده یا اون رأی که به نفعتون صادر نشده و شما رو اینجور به هم ریخته جوابشو میبینه یا تقاضاشو پس میده. شخصی که دارم میگم انگار که حالا هر کسی که در حقتون جفا کرده، نمیگم رأی دادگاه، کسی که در مقابلش بودین، شما طوری رفتار کردین ولی در مقابلش اونجوری که باید نتیجه میداده جواب نگرفتین، در حقتون کم لطفی کرده، اینم میتونه معنی بده، جوابش رو به زودی میگیره. و به کمتر از وعده هفت دارم برای رو میبینم، مثل هفت روز آینده اصلا صحبت
هفت هفته نمی کنم. اون چیزی که ذهنتون رو به هم ریخته از یک به هم ریختگی ذهنی بیرون میایید. ممکنه بعضی دوستان یه قدری بدشانسی یا بدبیاری داشتین یا توی یک زمینه بد بیارین، ولی بدبیاری که تمام خواهد شد و راهی که براتون باز بشه. شاید فکر میکنی آدم خوششانسی نیستین یا آدمی هستین که بدشانس هستین، ولی من براتون نره که در میبینم بعدش شاید الان بد آوردین یا حتی در آینده نزدیک به یک بدشانسی یا یک بدبیاری بر بخورین، اما راه براتون باز میشه و گشایش افتاده. نگران نباشید، مهری که افتاده روی سر یک کوزه براتون دارم ببینم. پس یک ثبت سند، یک تاییدیه، یک خرید و فروش، مال به دستتون میرسه. حالا این مال ممکنه از جای قرار بدین دفترخونه محسنخونه به دستتون برسه، میتونه مرتبط به پول خودتون باشه. خرید و فروش موفقی داره انجام میدین، مهر روشن روی کوزه که افتاده از قبل شکوالی به دستتون میرسه. یک محرمیت، ازدواج، حال نامزدی، هر چه اسمش هست، تعلق پیدا کردن به هم رو منظورم هستش، یعنی شما دوتا میشین مال هم دیگه. اینو میخوام بگم احساسی تا سه وعده آیدی اتفاقم قشنگ براتون رو خواهد داد. یک مهر واژگون دارم براتون ببینم، یک حالا ازدواجی که به هم داره میخوره، یک موضوع ببینین، یک اتفاق مثبت و روشنی که باید براتون رخ بده معکوس داره براتون اتفاق میفته، مثل ازدواج ناکام، یک قرارداد ناکام، مثل هر چیزی که عدم موفقیت رو داره بهتون نشان میده، میتونه دور از جون فوت شخصی رو هم معنی بده. اما دوستان مرداد ماهی عزیزم چه براتون نقش بسه؟ مرداد ماهی های گلم، خیلی دلی در حق دیگران محبت میکنی ولی بی‌صفتی یا نمیدونم حالا هر میشه اینطوری عنوانش کرد، کم لطفی، بی محبتی در مقابلش میبینی، دریافت میکنی، علارغم که تمام وجودتون رو خالصانه گذاشتین، تمام محبتاتون از شخص مقابلتون یا هر کسی، زندگیتون، کارتون کوتاهی نمیکنین، دریغ نمیکنی، ولی دلی نسبت بهتون کم لطفی میشه و کم لطفی که داره باعث اذیت و ناراحتی شما داره میشه. خب شخصی به زندگیتون به زودی ورود میکنی، کسی که داره براتون قدم برمیداره، شاید اولش خیلی همچون با میل و رغبتی حرکت رو براتون انجام بده، ولی بالاخره که این کار رو براتون انجام میده. تو دو وعده آینده پولی به دستتون میرسه باعث خوشحالیتون میشه انشالله، یا مبلغ پولی به رقم دو به دستتون میرسه باعث خوشحالیتون میشه. ارث، میراث، ورثه، یک مال افتاده براتون، حال ملک، زمین، هر چیزیش که الان شدیدن قلبتون به هم ریخته است، نیاز به این پول، مال دارین، به هم ریختین سر این پول، یا دارین بحث و بگو مگو زندگیتون به هم ریخته، خانواده ها افتادین به جون هم سر یک موضوع مالی، این هم میتونه باشه. هرچه هستش که مالی که فعلا کدر دارم ببینم، خودتون مشکلتون رو حل نمی کنین، ترازو افتاده، کارتون به دادگاه و قانون میکشه. مرتبط با یک سقف، ورودتون به یک سقف رو دارم براتون ببینم، سقفی که وارد سقف میشین، محرمیتم تو اون سقف براتون ازدواج رو خواهد داد. مثل این که وارد بازار کاری میشین، اونجا از کسی خوشتون میاد یا کسی از شما خوشش میاد و ازدواج و محرمیتی هم صورت میگیره. خب یه انگشتری که داره شکسته میشه، یک نامزدی، یک بله برون داره به هم میخوره، یا چیزی که شما رو نشان کرده بودین، نشانی که داره به هم میخوره، به زودی هم اتفاق رو خواهد داد. خب سر یه دوراهی گیر کرد، یک تصمیم مهم برای زندگیتون میخواین بگیرین، شخصی داره نگاه میکنه به شما تا بیاد جلو، ازش بخواین کمکتون بکنه برای سردرگمیتون، برای این تصمیم مهمی که میخواین بگیرین، راه و مسیر روشنی که میخواین قدم بردارین، سر یک دوراهی گیر کردین، نمیدونین شخصی که میخواد پا پیش بذاره کمکتون کنه، منتظر دهان باز کنی ازش کمک بخوای، کمک کنه و راه رو براتون نشان بده. خب اگه بینتون فاصله و قهری و کاتی هستش، یا شخصی ترکتون کرده، که من بیشتر چهره آقایی رو دارم ببینم ترکتون کرده، حالا شایدم چهره خویایی نیست، شایدم آقا نیست، خانم، کسی که ترکتون کرده، مقطعی دارم ببینم ترکتون کرده، برمیگرده ولی زمان میبره تا برگرده. آخه گل روز افتاده، پس دوباره رابطه احساسیتون شکل میگیره، پس برمیگرده. خب ازدواج، محرمیت براتون افتاده، ازدواجی که سر میگیره، ازدواجی هم که به کمتر از 6 وعده نزدیک این اتفاق قشنگ و فرخنده رو براتون دارم میبینم. شخصی هم خیلی حلقه به گوشتون هستش، توی یک مثلث عشقی، یا خیلی گوش به فرمانتونه، یا هرچی شما میگین بله بله میگه، یا شما هستین که در یک مثلث عشقی خیلی تابع حرف
مقابلتون هستیم، مطیع هستیم، هر چه میگن قبول میکنین و متوجه میشین که چقدر اشتباه کردین. به کمتر از دو وعده نزدیک متوجه میشین چه اشتباهی کردین. پس اگه بله بله نگین یا اون بله بله هایی که داره میگه متوجه میشین که خیلی مرتبط با شما نیست و درست نیست. ترازو براتون افتاده و وعده 5 حالا میتونه تا 5 وعده آینده یه رأی و حکم دادگاهی براتون صادر شه یا 5 تا نتیجه یک رأی و حکم دادگاهی قلب خوشگل روشن شد که خوشحالی قلبی از یک رأی و حکم دادگاهی براتون باشه. انشالله هرچه خیره براتون رخ بده. کفش و پاشتون بلنده هم که داره به زندگیتون پا گذاشته میشه، خانمی که به زندگیتون داره پا میگذاره، حالا رابطه، دوستی، ازدواج، هرچه هستش یک میتونه محرمیت، هرچه هستش رو میتونه معنی بده دیگه. خب شخصی هم داره در نزدیکی شما هستش که بهتون حس داره ها، حالا قلب افتاده، احساس افتاده، شما بهش پشت کردین یا اصلا متوجه نیستین. شخصی در کنار شما یا در اطراف شما، پیرامون شما، کسی هستش که به شما رابطه احساسی حس داره، علاقه داره. اطراف چیه؟ پشت سر شما قشنگ دارم ببینم کسی بهتون احساس شما پشت سرتون کرده، یا واقعا داری بهش بی‌توجهی میکنی، یا اینکه اصلا خبر ندارین که کسی دی هستش که حواسش به شما هست. قطع به پیرامونتون حواستون رو لطفاً جمع کنین. و دیگه چیزی نمیبینم. بریم برای دوستان شهری برماهی مهر روشن برای فروردین تا مردادیا، برای مردادیا یه دونه مهر روشن هم دارم براتون میبینم. به زودی برای یه ثبت سند یا ازدواج یا خرید و فروش قشنگی که رو خواهد داد. چهر برمایی گلم دارم ببینم. اگه دلشکست و ناراحت هستی انشالله که به زودی از این وضعیت بیرون میه. احساساتتون رو به زودی بروز میدین یا شخص مقابلتون به زودی دهن باز میکنه و از احساسات قلبیش به شما میگه. شما دلشکسته، انشالله دلشکسته که تو بخاطر این هست که شخص مقابلتون، شریک زندگیتون، شخص احساسیتون، تو موقعیتی که دارین کار میکنی کسی نشان نمیدی که چه حسی بهتون داره. حالا این حس، احساس حرفا نباید عاطفی باشه، احساسی باشه. میتونه احساسشو بگه. از کارتون راضی ام، از حرکتی که دارین انجام میدین رضایت دارم، از حضور جازی هستم، از بودن با شما راضی هستم، از زندگی با شما راضی هستم. معقول این باعث ناراحتی شما شده و بالاخره این آتش روشنی که کوه آتش روشنی که فوران میکنه، بالاخره بیان کردن این قضیه، عنوان کردن این قضیه رو میبینم. خب مواظب باشین توی شرکتی که دارین قدم برمیدین راه روی قدر کلیر میبینم. اگه میخواین به کسی شراکت بکنین توی شراکت کاری مواظب باشین قدری جانب احتیاط رو رعایت کنین. گاهی اونقدر خوشحال میبینم اتون خوشحال لب خندم، گاهی ببینین شرکت کلیری بینتون از یه وقت تو غمگین و سر به گریبون هستی به خاطر ذهن به هم ریخته که براتون دارم ببینم. آرامش، نیاز به آرامش داریم. آروم بگیرین، قطع فکرتون از این تلاطم رها کنین، قطع آروم بگیرین، به آرامش برسین. یعنی حالتی شدی که مثل دو شخصیت ها نمیدونی، یه وقت دلتون میخواد بخندین، شادی میخواین، شاد باشین، حقتونه، باید شاد باشین، ولی یه وقتا یهویی میرین تو خودتون، سر به گریبان دارم ببینم اتون. نیاز به یک زمان دارین، به خودتون استراحت بدین، یه قطع آرام بگیرین، یه ذره سرتون رو به یه چیزی که حس خوب بهتون میده گرم بکنید تا از این تلاطم و این ناراحتی بیای بیرون. صحب روشن براتون افتاده و راهی که براتون باز میشه مرتبط به سقف کاری یا سقف خونه. خبر خوش براتون دارم ببینم. راه براتون افتاده. خب یک سند، یک امضای سندی قانونی براتون افتاده. انشالله که با موفقیت این سند، حالا هر چیزی که قراره این سندی که امضا بشه براتون انشالله به خوبی و خوشی براتون امضا میشه، مرتبط با هر موضوعی که شما الان نیاز داری یک سند امضا بشه. حالا میتونه سند زندگیتون باشه، ازدواجتون باشه. صورتو نگاه کنین، چهره چشمو ببینین، پوزشو ببینین، سگ، شخصیت وفادار، دور جون بلا ازتون دور بشه، دور جون تک تک شما نازنینا. من اگر عباراتو معمولا نمیگم، حالا اگر گفتم عذرخواهی میکنم، ولی نشان وفاداریه. شخص وفاداری که به زندگیتون داره ورود میکنه، هر کسی که هست شخصیت بسیار وفاداریه که داره به شما، اگر دوستی رو میخواد آغاز بکنه، شراکتی رو میخواد آغاز کنه، زندگی رو میخواد، منهای این شراکت کاری رو داره میخواد آغاز کنه، میخواد با شما هر چه هست داره ورود میکنه، داره به سمت تو حرکت میکنه، شخص بسیار پابنده بهش. یعنی حرفی که داره میزنه حرفش حرفه، متعهد به شما و در ارتباط با شما هستش. 4 6 9 2
یه خبری که منتظر هستی به زودی به گوشتون میرسه و باعث خوشحالیتون میشه. خب به زودی با یه شخصی دیدار و ملاقات میکنین، دیدار و ملاقاتی رو تنها براتون ببینم، اما از درجه یکاتون هستش. دیدار و ملاقات با یک شخصی هستش از درجه یکاتونه یا از نزدیکاتون هستش یا کسی که خیلی باهاش احساس صمیمیت میکنی، هرچه هستش که داره براتون یه حرکت راهی رو براتون داره باز میکنه، یه حرکتی رو داره براتون انجام میده، یه کاری رو براتون انجام میده، یا شخصیت خیلی مهمیه که میشناسینش، خیلی بهتون نزدیکه، به حال یه قدم مثبت توسط ایشون براتون برداشته میشه. دو تا تیک پول کوچیک به زودی به دستتون میرسه، از یک چشم انتظاری هم به زودی بیرون میاد، یه شاخه گندم هم براتون افتاده، رزق و روزی که انشالله براتون افتاده، یه راه احساسی هم میتونه به ازدواج منتهی بشه ولی برمیگرده به روابط دوتاتون. ببینین یه راه احساسی از این بعد، یه راه احساسی بعد، یعنی دو نفری که همدیگه رو دوست داریم میخوایم با هم که تعیین ارتباط به یک نتیجه مثبت برسه، ولی همه اینا برمیگرده به خودتون، چون بینش کدری میبینم، قهر و آشتی، ناراحتی، بگو مگو، بس هرچه هستش اون داره خلل تو رسیدن همدیگه به وجود میاره، پس قدری مواظب باشیم. میریم برای دوستان مهر. فقط یه چیزی، دوستانی که خانم هایی که مادر هستین یه خوشحالی قلبی براتون دارم ببینم، برای خانم هایی که حکم مادر رو دارین خوشحالی قلبی براتون افتاده، برای مهرماهی های عزیزم چه افتاده، مهرماهی های گلم دارم براتون میدم، تو از یک سردرگمی و بلا تکلیفی بزودی یعنی اصلا زود به زودی بیرون خواهید آمد انشالله، هرچه ازش کرده شما رو در قلبی سردرگم و بلا تکلیف کرده میایین بیرون. یک ضرر زیان مالی دارم براتون میبینم که مدت هاست فکرتون رو مشغول کرده، شاید حتی ممکنه اینقدر فکرتون رو مشغول میبینم که شاید اصلا این فضایی رو یه تایمی ترک کنین یا حالا ترک نکنین، از اون موقعیت استرس ها ممکنه فاصله بگیرین، یا داره بتونه میگه از این موقعیت استرس ها فاصله بگیرین تا این رو بتونین هضمش کنین، ضرری که اینقدر براتون فکرتون رو به هم ریخته. خب یه ترازو براتون دارم ببینم، حکمی که براتون صادر میشه، قدر کدری این بردارم ببینم، ممکنه ترازو اونجور که باید شاید 100% رضایت قلبی شما رو حاصل نکنه، شخصی در صدد برملا کردن یک راز شماست، دقت کنید، در پشت سر شما در خفا میخواد اسرار شما رو بریزه روداری یا مطرح بکنه، پس حواستون لطفا جمع کنی، کسی که خیلی به شما نزدیکه، حالا دوست شما هست، شخص احساسی، شریک زندگیتون، از نزدیکان شما کسی که به شما وصل هستش، شاید به واسطه قهری، ناراحتی، کدورتی ازتون داره، یه چیزی هست بینتون که به هر حال میخواد راز شما رو برملا کنه و این کارم به زودی براتون انجام خواهد داد. تا دو وعده آیندی پولی به دستتون میرسه باعث خوشحالیتون میشه انشالله، یک برد و موفقیت از یک قرارداد و یک امضا دارم ببینم، ولی هر دو طرف برد سود بکنید، حالا این هرچه هستش که مرتبط به یک سقف پول دارم ببینم، حالا این مغازه، خونه، خرید و فروشی دنی انجام میدین، هر چیزیش که هر دو طرف از این قضیه برد میکنه، هم شخص مقابل خوب میفروشه نفع میبره، هم شخصی که داره میخره سود خوبی از این خرید اون به دستش میرسه. خب شخص سومی هم که به زودی داره به زندگیتون پا میذاره، ورود شخص سومی رو به زندگیتون دارم میبینم، علت بحث رو بگم، گویا کاتی و قهریاتون همه حضور شخص سوم توی زندگیتون هستش. خب مشکلاتی که توی مسیر زندگیتون دارم ببینم مرتبط به چهاردیواری خونه یا چهاردیواری کاریتون، این سری مسائل و مشکلاتی که براتون دارم ببینم، یه ذره خلل توی حالا کار یا خونتون چهار دیواری براتون به وجود آورده، ولی ممکنه یه تایمی هم همینجور درگیرش باشی، ببینی اینجا هم سخت و هم چهار دیواری و مشکلاتی که احاطتون کرده، یه قدری زمان بدین صبوری بکنی مشکلاتتون یکی پس از دیگر حل میشه، یکیش که مطمئنم تا یک وعده آینده حل خواهد شد تمام، اما بقیه مشکلاتتون به قدری زمان نیاز داره تا مشکلاتتون حل بشه. دلواپس نباشین، از رو نیازی کردیم برای گرفتن یا برای حل یه مشکلتون، یا برای نظر کردیم برای یک مشکلتون، یه مشکلتون هر چهار شده، مشکل مالیه، هر چه که هست یک مشکلتون به واسطه نظر نیاز که کردین حل خواهد شد. یه چطری هم بسته دارم میبینم، دو تا معنی میده، یا یه حامی داشتین که حمایتش از شما دریافت کرد، یا داره میگه این چطر رو همچنان حفظ کنی، اگه یه حامی بوده و در گذشته یا الان رابطهش رو باهات قطع کردی، یک زمانی حمایتگرتون بوده، اون حمایتش الان ممکنه قطع شده باشه یا الان دیگه حمایتتون نمیکنه، اما نگهش داریم برای روز مبادا، شاید این چتر یه روزی به کارتون
بیاد. بریم برای آبان ماهی های عزیز هم ببینیم چه نقش باشه. آبان ماهی خروج آقای خانمی رجاگیری زندگی به روشنی دارم میبینم، در یک راه مسیر روشن داری قدم برمیداری، راه و مسیر روشن برات افتاده. حال شهر، کشور، مهاجرت، مسافرت، برای کار، تحصیل، برای هر چی که داری اینجا راهی داری میشه، به در مسیری هم که راه میذاری، راه و مسیری که روشن هستش. یک ارث و میراثی رو دارم ببینم به دستتون میرسه، مال، ارث، میراث، مهریه، هر چی هستش. البته ببینید چقدر کدره، یعنی با یه بگو مگو و بحث و اینا ناراحتی، بالاخره این مال به دستتون میرسه و شما به آرامش میرسیم. بس یک آرامش مالی بعد از یک جر و بحث و بگو مگو و رسیدن این پول به دستتون. البته که نبهتون بگم تو همین امسال یا همین خیلی زمان زیادی نمیبره که شما این پول به دستتون میرسه. ببینین اسمی که توش مثل من فقط میم یه دال دارم میبینم، حالا ممکنه تو نام یا نام خانوادگی شما یا نام یا نام خانوادگی شخص مقابل یا هر کسی هستش که داره براتون یه قدم برمیداره، خوشحالی مالی دارین و پول، حالا براتون کاری رو داره انجام میده، شما دارین برای کسی یه قدم کاری مالی برمیداری، یه خوشحالی براتون افتاده. میم یه ده تو نام یا نام خانوادگی تو میتونه داشته باشه. خب و دیگه یکی گفتده تولد، مناسبت، نامزدی، مراسم، جشن، حالا بله برون، اینو میتونه معنی بده. کیکی که به شادی دارم براتون میبینم، میگم یا جشن تولدتونه مبارکتون باشه. آبانیم دیگه، آبان ماهی گل تولدتون مبارک باشه، میتونه این باشه، میتونه در همه ماه مراسم، نامزدی، بله برون، یه همچین مناسبتی هم در پیش داشته باشه. تو سه وعده آینده هم دارم براتون مهر روشنی که براتون خورده میشه، مرتبط با یک شادی قلبی، خوشحالی قلبی. حالا این مهر روشن میتونه مرتبط با ازدواجتون باشه، محرمیتتون باشه، نشان کردنتون باشه، یا میتونه مرتبط با هر چه که هست، مهری که خورده میشه، ثبت و سندی خورده میشه، دفترخونه، محضرخونه میبینین که رضایت قلبی شما حاصل خواهد شد انشالله. اگه در حق شخصی نمیدونم حالا کم لطفی داریم میکنی یا داریم شخص رو رنجوندین، ناراحتش کردین، از دلش در بیارین، چون شخص مقابلتون رو در میارم یک کنچ رو اختیار کرده و خیلی تنهاست. حالا چادم رنجوندتتونه، حالا دارین یک کاری میکنین که نشان بهش بدین که چقدر دستش ناراحت هستی، ولی الان یک کنچ رو اختیار کرده شخص مقابلتون و در خلوت خودش نشسته، شاید داره تعامل میکنه، بس کمکش کنین، تنهاش نذارین. لطفا شخصی که ناراحت میبینم سلامتی و شفارم برای بیمارتون دارم میبینم، اگر بیمار دارین انشالله سلامتی. خب بریم برای دوستان آذرماهی گلم ببینیم چه براتون افتاده. کاری کردین که شرمنده هستین یا حالا شرمسارین، سر پایین، سرتون ببینیم پایین افتاده، حرکتی کردین، مسیری رو رفتین، حرفی به کسی زدین، چیزی به شخصی گفتین، همچنسیش که سرتون الان پایین دارم ببینم، از نشانی شرمندگی و شرمساریتون دارم ببینم، ولی خودتون نگاه متوجه شرمندگیتون شدین. حالا یا خودتون هستین یا ببینین کسی که پشت سر دارم ببینم شده، یه کسی رو ببینید رنجون، یا کسی باعث ناراحتی و رنجش شما شده و الان شرمنده است به سمتتون برمیگرده، این هم میتونه معنی بده. شاید کسی شما رنجونده، الان سرف کنده، سرش رو انداخته پایین، الان بین دوتون پشت به هم کرده دارم ببینم، شاید برمیگرده به سمتتون. از محمد نام یه قدر کدری دارم ببینم، یا دستتون دلخوری، یا شما دستش دلخور هستین، یا باعث دلخوریتون خواهد شد، یا دارین دلخورش میکنین محمد نامی رو که دارم ببینم. وسط دل زندگیتون یا موقعیت کاریتون هم الان در حال حاضر حضور دارن. خب دیگه اینجا یه شخص خیلی عصبانی دارم ببینم، کسی که باهاتون عداوت و دشمنی داره، من نمیدونم دعوا داره، اخمالی و بد اخلاق، عصبی، تونده، حالا آقا چهره آقاست فکر میکنم، دونتون آقایونه گل بزرگواری که داری فالی میبینیم، ولی ببینید یه آقایی که الان باهاتون در ارتباط هستش، قلب افتادی، یعنی رابطه احساسی، محرمیت، ازدواج، دوستی، هر چه که هست، یه قطعی بد اخلاق، عصبی، تندخوی همچین چیزی یا تو زندگیتون، حالا دوره جون پدر برادر سنوستری ازشون تقریبا گوشته میان سال به بالا در امیر وقدر عصبی تندخو هستش، ولی ببینین قلب خوشگل مهربونی که داره، ظاهر شاید تندی داره، شاید عصبیه، شاید نمیخواد اینجور نشون بده، ولی شاید مجبورش میکنید یا یه چیزی میگین که عصبانیش میکنید، شاید هم نه نمیخواد اون قلب قشنگ و مهربونش رو به شما نشون بده و فقط داره با تندی به شما برخورد میکنه. یه جمع و یه دوره همی دارم براتون میبینم، نفراتی که دور هم دیگه جمع میشین و پیرامون یک تصمیم مهمی توی زندگیت میخوای بگیری، یه جمع خانوادگیه، حالا ممکنه
اعضای خانواده یا افرادی که براتون اهمیت دارن در این جمع حاضر بشن، مرتبط با هر تصمیمی که داره میگیری. من میگم هر تصمیمی که میخوام میگیرین تصمیم بسیار مثبت و روشنیه، به نتیجه هم میگیرین. علیرغم اینکه ممکنه یه عده مخالفت بکنن، موافقت بکنن، شما یه تصمیم مرتبط با شماست، تصمیمی که برای شما میخواد گرفته بشه، یا جمعی که داری با هم دیگه صحبت میکنین پیرامون یک تصمیم گرفته میشه، اون چیزی هم که خودت میخوای نتیجه حاصل میشه. خب یک سند روشن براتون افتاده، سند. اگه سندی تو گیر گروه جای هستش، آزادی و رهایش رو دارن ببینن. حالا ممکنه سندی رو برای آزادی گروه چیزی گذاشتین، برای پول، برای مال، یا برای شخصی سندی رو گیر گذاشتین، آزادی. انشالله که شخص هم از اون بند رها میشه، آزاد میشه. سند آزادی شخصی، شاید این سند آزادی شخصیه که توی یک زندگی مشترک احساس نارضایتی میکنی، یا توی کاری یه چیزی گروه گذاشتی مجبوری متعهد و ملزمی که اونجا کار بکنی، خلاصی و رهایی از اون شرایط رو برات دارم میبینم. سقف روشنی که براتون افتاده، پس یک تغییر محل زندگی به یک جایی میرین که روشن براتون افتاده و بالای سری ستاره افتاده و درخشیدن، مطرح شدن تو از یک صفحه. شاید تحصیلات عالی است، شاید ارتقای تحصیلاتتونه، شاید ورود به دانشگاه یا ارتقای تحصیلاتتون هستش و مطرح شدن و درخشیدن شما، به چشم آمدن شما. تا 9 وعده آینده هم دارم براتون میبینم که یک اتفاق قشنگ مثل تولد، مثل اتفاق، مثل زایش براتون رخ میده، انگار دوباره متولد میشین. حالا یا 9 وعده 9 ماه بارداریتون داره به اتمام میرسه، یا تا 9 وعده آینده باردار شدنتون هستش، یا زایش، تولد، اتفاقات قشنگی که در راه دارین، شروع دوباره. تا 9 وعده آینده رو براتون دارم میبینم و دیگه چیزی نمیبینم. بریم برای دیماهیای عزیزم، دیماهیای گلم براتون دارم ببینم. شخصی به زندگیتون داره پا میذاره، شخصیتی که شخصی به دلتون داره، به دلتون پا میذاره، یعنی کسی داره تازه میاد تو قلبتون داره جا میگیره، یا جاپاش اگر هست جاپاشو داره محکم میکنه و رنگ میکنه، یا ورود شخصی به زندگیتونه، یا اینکه کسی داره جاپاشو توی زندگی شما پررنگ میکنه و آدم بسیار تاثیرگذاری هم هستش که شما لبتون همیشه باعث خنده شما میشه، باعث شادی شما میشه. نمیگم آدمیه که اینجوری بگم، از حس خوبش آرامش میگیرین، از بودنش حس خوب میگیرین، احساس خوب داشتن رو میگم بهتون. خب یه به واسطه یه مشکلی که زیر یک سقف کاری براتون به وجود اومده، ببینید زیر سقف کاری، به واسطه یک مشکلی که زیر سقف براتون به وجود اومده، سقف کاری، از یه، حالا ببینید شخصی که من دارم محاسن ببینم، میتونه ریش سفید باشه، میتونه بزرگتر باشه، یا حتی زیر سقف کاری کارتون انقدر بحث و دعواتون، ناراحتی و اختلافتون اوج بگیره که حتی کارتون به دادگاه قانون برسه. شاید این ریش سفید و بزرگتر نیست با در میونه اون تلاف ازش، شاید کارتون به دادگاه قانون هم بکشه. کفش پشت بلند زنونهی که تو دل زندگیتون دارم ببینم، خانم گذشته دار، بیوه متعلقهی که به زندگیتون به زودی پا میگذاره، ورودی همچه شخصی به یک زندگی دارم ببینم، شاید ازدواج برای این خانم نازنین، یا اینکه خانمی داری وارد یک رابطه میشه، خانم گذشته داری، داری به یک زندگی ورود میکنی، پا میذاری به یک زندگی به واسطه یک چتر. شخصی که حمایتگر شما خواهد شد، حمایتش رو کسی میاد میشه چتر سقف شما، بالای سرتون چترش رو باز میکنه و میشه حامی شما. حالا مرتبط با هر موضوعی که شما گیر و گرفتاری دارین، گیر دارین، گرفتاری دارین، این گیر و گرفتاریتون این چتر میاد با حمایتگرتون میشه. حالا میتونه از نظر کاری باشه، مالی باشه، احساسی باشه، مرتبط با هر موضوعی که الان میگه گیر گرفتاری برخوردین، چتری که میاد حامی شما میشه و شما رو مورد حمایت قرار میده، کمکتون میکنه، به دادتون میرسه. خب 20 افتاده، حالا نمیدونم 20 تا 20 روز آینده، ببینین یه مثل تاب براتون افتاده. تاب وقتی روش میشینی چه حس خوبی دارین، احساس میکنین که یه قدر آرومین یا تو آرامش هستین. پس تا 20 روز آینده قدری به آرامش میرسه، یکی از مشکلاتتون انشالله حل میشه و یه احساس خوبی بهتون دست میده، یه اتفاق خوب قراره براتون بخوده. پس تا 20 روز آینده از روزی که فال رو ملاحظه میکنین، فال بدون زمانه،
از زمانی که این فال رو ملاحظه میکنین تا 20 روز آینده به یک آرامش دست پیدا میکنین. یه اتفاق قشنگی براتون رخ میده که شما رو به آرامش میرسونه. خب یه دیدار و ملاقات براتون افتاده، حالا مرتبط با کار، قرار داد، نمیدونم، دیدار و ملاقات احساسی، عاطفی، هرچه هستش، دیدار و ملاقاتی که به زودی هم شکل میگیره و البته که یه ذره مشکل وسطش دارم میبینم، یا یه ذره شاید اولش با هم تفاهم نداشته باشیم، مرتبط با حتی کار، دوستی، ازدواج، هرچه، هر توافقی که برای سفر، برای مهاجرت با کسی میخواین دیدار و ملاقاتی که انجام بدی، سر یه موضوعی با هم یه مشکلی پیدا میکنین ولی بعد مسئله مرتفع میشه و حل میشه، راه براتون باز افتاده. خب یه لباس خیلی قشنگ، لباس مجلسی میبینم، مثل لباس شیکی که مثل نامزدی، مراسم، یک مناسبت خوب رو براتون دارم میبینم، یک مناسبت قشنگ، لباسش قشنگی که به تن کردیم و آقایی که یه مرتبه برمیگرده و سورپرایز میشه. پس حالا شاید ازدواج، عروسی، عقد، محرمیت و آقایی که لبش خندان الان پشتشه، ولی نه به پشت قهری، انگار که مثل سورپرایزی ها برگرد غافلگیر بشه. تو این حالت دارم ببینم، شادی، خوشحالی برای آقایون. خب قیچی کسی که بخواد رابطه شما رو کات بکنه یا میخواد در صدد این هستش که زندگیتون از هم بپاشه، کسی غریبه هم نیست، خودی میشناسینش، قطعا ایشون رو میشناسین. کسی که در صدد این هستش که ارتباط شما رو کلا به هم بزنه یا حتی کارتون رو ممکنه مختل بکنه، قدر حواستون رو جمع بکنید. و دیگه یه تلفن هم افتاده، گوشی تلفنی که یه طرفش تیره است یه طرفش روشن، دارم ببینم منتظر یه خبر هستین، از جایی که یا قطع امید از اون خبر کردین یا ناامید هستی از اون خبر، ولی خبری که در نهایت ناامیدی به گوشتون میرسه و باعث خوشحالیتون میشه و از این چشم انتظاری میارتتون بیرون. بهمن ماهیای عزیزم ببینم چه افتاده. بهمن ماهیا دیدار و ملاقات براتون افتاده. خانم آقایی که رو به روی همدیگه قرار میگیرین، دیدار و ملاقات، با همدیگه دارین صحبت میکنین و همسر نوشته شده. پس قصد ازدواج دارین، قصد محرمیت دارین، همسر، میخواین با هم دیگه ازدواج کنین، یا زن و شوهرین با هم قهرین، محرمین با هم قهرین، یا برای محرمیتتون، برای ازدواج و همسر شدن با هم دیگه یکی شدن، داری با هم دیگه صحبت میکنین و این اتفاق فرخنده هم براتون تا دو وعده آینده رو خواهد داد. دو وعده‌ای که دارم میگم میتونه همین وضعیت ازدواج و محرمیتتون مشخص بشه، یا تصمیم میگیرین که با هم دیگه محرم بشین، یا دوتا محرم هستین، مثل صیغه محرمیتی جاری، حالا میخواین تبدیل به ازدواج بکنین. خب یه صفحه کدر دارم ببینم، زیر صفحه کارتون یا زیر صفحه خونتون مشکل مالی دارین، بجورم که داره دارم به هم ریخت اوضاع احوالتون رو دارم ببینم، اما نگران نباشید، دقیقا در همین اوج ناراحتی و ناآرامی که مشکل مالی دارین، چه صفحه کاری چه صفحه خونتون، یا درگیر مسائل مالی هستین، رزق و روزی که از بالای سر روی صفحه سر خونتون یا محل کارتون میباره، بس پولی به دستتون میرسه و از این وضعیت تنگنا شما رو خلاصتون میکنه. از یک محدودیت خارج شدن رو دارم ببینم، از یک چهار دیواری به زودی خروج پیدا میکنی. حالا این چهار دیواری هر چیز و هر جایی میتونه باشه، معنی بده که شما رو در محدود کرده، پاگیر کرده، پابند کرده، اسیرتون کرده، مجبورین طبق اون چارچوب اصول رو رعایت کنین، خلاصی و رهایی. حالا میتونه باز معنی بند و اسارت هم بده. خب یه راه و مسیر روشن رو براتون دارم ببینم، قدم در راه و مسیری میگذارین که بسیار براتون روشنه. حالا تو هر مسیر رو راهی که نیتتون هستش قدم داری میگذارین، راه و مسیر بسیار روشنی که براتون دارم ببینم. چه جالب، براتون چرخ گردان دارم ببینم، شاید این چرخ گردان یه روزگار میگرده و میگرده و بالاخره به کام شما هم خواهد شد، نگران نباشین. یا اگر کسی اذیتتون کرده و عذابتون داده، من پیشم دستم قهوه میشه، بریم چرخ گردون، شاید هم کسی اذیتتون کرده، رنجوندتتون، ناراحتتون کرده، تقاسش رو پس میده به کمتر از دو یا سه وعده. این دایره رو گشتم، دو و سه چقدر رفت توی اون، تا دو یا سه وعده آینده تقاسش رو پس میده یا شما به اون آرامش میرسه، میگرده و دنیا به کام شما میشه. دو یا سه وعده نزدیک رو صحبت دارم میکنم، مرتبط به یک ترازو و حکم یک دادگاه، یک سختی شکسته میشه، یک جدایی رو دارم برای تعدادی از دوستان میبینم. یه ماهی افتاده ولی سر ماهی که اقل کدره،
به سمتتون میخواد پولی بیاد، ولی خیلی کده با مصیبت با سختی با درد سر با مشکل، ولی یک مال هنگفت رو صحبت میکنم، بالاخره به صفحه خونه شما ورود پیدا میکنه، بالاخره یا موقعیت کارتون پولی به دستتون میرسه انشاءالله. دیگه ای راه احساسی بسته دارم میبینم، راه احساسی که فعلا همچنان دارم براتون بسته میبینم، میبرم داره یه مهر خورده میشه، حالا نمیدونم یا کلن داره قطع امید از یک رابطه احساسیه یا یه مهر اصلا شاید این ربط نداره، خیلی یه عدد سم اینجا افتاده، شاید تا سه وعده آینده این همون جداییه که بهتون گفتم داره رخ میده و این راه بسته، راه احساسی که بسته است، انشالله که ما تفسیرش رو به این میگیریم که تو سه وعده آینده راه احساسیتون باز بشه، یعنی اگر یک مشکلی توی راه احساسی هست انشالله که برطرف میشه. یک سرمایه گذاری هم دارم براتون، اقدر احتیاط هشدار داره بهتون میده، ممکنه پولتون اونجور که فکر میکنیم برگشت نداشته باشه، سود پولتون اونقدر که دلتون میخواد نباشه، امیدوارم که خود پولتون و اصل پولتون برگرده، یه زنگوله روشن خبر خوش و ازدواج هم در راه داریم انشاءالله به زودی. خب بریم برای دوستان اسفند ببینیم اسفند ماهی گل براتون محرمیت ازدواج نامزدی، بله برون هر چه که میخوای تو این مسیر هستین اسمشو بگذاریم، البته که یه گیر و گرفتاری هم براتون دارم میبینم، در رسیدن به هم دیگه گیر داریم، مانع داریم، حالا برای وصال، برای ازدواج، برای نامزدی، برای رسیدن به هم مخالف داریم، مخالفت دارن میکنن، مانع داریم، مشکل داریم، گیر افتاده، گیر داریم، گره داریم، ولی تو یک وعده این گیر و گره برطرف میشه، ببینید کنار هم که چقدر زیبا نقش بسته، کنار هم دیگه به هم میپیوندیم، گیر و گرفتاری که به یک وعده تمام میشه و دوباره محرمیت و ازدواج و عروسی نامزدی بله برون سر خواهد گرفت انشالله به دل خوش هم میشه. خب و یه پشه براتون دارم ببینم، کیه که داره خونتون رو تو شیشه میکنه یا داره عذابتون میده، کسیه که داره باعث اذیت آزارتون داره میشه، باعث ناراحتیتون داره میشه، داره عذابتون میده دیگه، خونتون رو تو شیشه داره میکنه، خونتون رو داره میخوره، عذابتون داره میده. خب یه دستبند اینجا افتاده، قدر احتیاط کنی یا دستتون الان بسته است یا تو شرایطی قرار گرفتین که قدری میخوای یه حرکتایی انجام بدی، کارهایی رو انجام بدی، اقداماتی رو انجام بدی، حرکتی بکنی، کار، زندگی، آینده، یه اتفاق قشنگ، ولی دست و پاتون الان بسته است یا دوره جو، ممکنه معنی دستبند زدن ممکنه معنی دربندم باشه، یعنی دستگیر شدن هم باشه، قطعی محتاط باشه، مثلث عشق براتون افتاده، یکی از طرفین رو وفادار دارم ببینم، حالا کسی که توی یک مثلث عشق به شما خیلی وفادار، یعنی متعهد به شما در مثلث عشق، حالا میتونه اون خانم باشه میتونه اون آقا باشه، یکی از طرفین رو خیلی متعهد ببینم، نمادی که افتاده به نماد تعهد نسبت به شما، تو چهار وعده آینده پولی به دستتون میرسه یا تو پولی به رقم 4 به دستتون میرسه. ه دال الف نون براتون دارم میبینم، یک خوشحالی که اصلا انگار تمام نمیشه، انشالله که برای تک تک تو اتفاقات قشنگ رخ بده، یک خوشحالی که انگار اصلا تمامی نداره، انگار میفتین روی خوششانسی، همینجا خوششانسی رو خوششانسی، انشالله که برای تک تک ماهای سالی اتفاقات قشنگ رخ بده به امید خدا انشالله. پس یه بلندی زندگی رو براتون دارم میبینم، خیلی بالا و پایین زندگی رو چشیدین، خیلی بالا و پایین زندگی داشتین، ولی بالاخره زندگیتون آروم میگیره، تمام میشه این مسائل و مشکلات. خب زیر سقف یه قدر اینو آرامی دارم برای تعدادی دوستان میبینم، زیر سقف خونه، زیر سقف کارتون یه قدر به هم ریختگی، بحث، بگو مگو و شجره دارم براتون میبینم، نمادی افتاده که خروجتون از این سقف افتاده، یعنی از این سقف رهایی و خلاصی داری، حالا تو هر شرایط موقعیتی هستین که ناراحتتون داره میکنی خلاص میشین و رها میشین. و ازدواج و محرمیت هم که گفتم براتون افتاده، یه مهر کدر و یه مهر، دو تا مهر، دو بخته، دو ازدواجه، مثل دوستانی که یه ازدواج ناکام داشتین یه ازدواج دیگه، یا دور از جون همسرتون رو از دست دادین یک بار دیگه ازدواج کردین ناکام بوده، دو تا ازدواج براتون، دو تا مهر داره براتون خورده میشه و راهی که براتون باز میشه، دو تا مهر و یک ازدواج موفق، یا یک راهی که براتون انشالله به روشنی باز میشه، تو راهی که قدم گذاشتین خیلی دقت کنین، چون امکان خروج از مسیر اصلی رو در براتون ببینم، اگه ببینین همچین دارین یا فکر نشده یه حد حرکتی رو میخواین انجام بدین،
یا بیمهابا، یعنی اصلا نمیدونی، میگی فقط برم جور میشه درست میشه. دقت کنیم، گفتم یه راهی که میفتین تو سر میخورین تمام موفقیت، ولی برای تعدادی از دوستان، برای تعدادی از دوستانم یه قدری هشدار داره میده، یا دارین بیمهابا دارین حرکتی انجام میدین، چون ممکنه ببینید تو مسیر از مسیر اصلیتون خارج بشین، اصلا برای یه چیزی وارد شدین برین توی بیفتی توی مسیر غلط. دقت کنین، یه شخص تو رو شما رو توی مسیر غلط هدایت کنه، از مسیر اصلیتون خارجتون کنه، پس مواظب باشین، هشدار داره بهتون میده. خب از زهرا خبر خوش دارین، یا خودتون زهرا نام هستین، خبر خوش براتون دارم میبینم. و شخصی که به همراهی شخصی که گذشته داره، آقای خانمی که یه گذشته ای داره به زندگیتون داره پا میگذره، گذشته دار و یه کلیدی که قدری کدر دارم میبینم، اگه تو یک مسئله یه قدری به هم ریخته گیسته شو، اوضاع احوالتون به هم ریخته، یا فکر میکنین گشایشی توی کارتون رخ نخواهد داد، اتفاقات قشنگ برای شما رخ نمیده، سخت در اشتباهی، اون که کلیدی که میفته در رو باز بکنه، قسمت پایین کلید رو براتون روشن ببینم. یعنی شما تمام قطع میکنین کلید، کلیدیه که اصلا راه رو بر شما بسته و مشکل شما تحت شرایط حل نمیشه، سخت در اشتباهی. زمانی که شما بخواید حرکت رو انجام بدین، اقدام رو انجام بدین، گشایشی که اصلا براتون شاید دور از انتظارتون باشه براتون رخ خواهد داد. پس منتظر اتفاقات خیلی قشنگ باشین. یه راه احساسی هم داره تازه براتون شکل میگیره، مثل یک دوستی، مثل یک رابطه، مثل یک خواستگاری، مثل یک محرمیت، یک ارتباطی تازه داره شکل میگیره. حالا کسی داره بیاد خواستگاریتون، خواستگاری دارین میرین، آغاز یک رابطه رو دارم براتون میبینم و یک سفر داخلی قشنگ هم براتون افتادی که ازش احساس رضایت و خوشحالی خواهیم کرد. این از 12 ماه سالمون. اما یه دونه تکنیت هم برای، فقط یک دونه تکنیت برای کلی میکشم، اگه دوستانی که جواب نیتشون رو نگرفتن. اول اصلا بهتون بگم یه راه احساسی که به زودی به ازدواج منتهی میشه، سقف روشنی که براتون افتاده، مرتبط با کارتون یا زندگیتون، اتفاقات قشنگی که در راه خواهید داشت، انشالله کبوتری که براتون خبر میاره، مرتبط با مهاجرت، مسافرت، پرواز، راه دور، یا اگر از کسی که راه دور یا ازش خبر ندارین، بی خبر هستین، کبوتر براتون خبر میاره، خبری که براتون افتاده، گنجشک افتاده، یه پول کوچیکی که به زودی به دستتون میرسه، ارشاد، یه قلب قشنگ و زیبایی که دارم ببینم، البته که یه قدر به درد اومده، ولی یک ازدواجی که ثمر میده، ازدواج، محرمیت، یا تو دل زندگیتون محرمیتی یه قدر دل شکسته هستین، یا یک ازدواج که میخواد سر بگیری زره یه جای کارش میلنگه، ولی حل میشه، نگران نباشین. و فرشته قشنگی که براتون نقش بسته، پس فرشته نشان دهنده پایان غم، خلاصی از مشکلات، آغاز اتفاقات قشنگ، رخدادهای جدید، کارهای جدید، اتفاقات خوبی که انشاءالله به زودی در راه داریم. راه احساسی باز افتاده براتون، به نتیجه میرسه. یه آقایی هم پررنگ توی زندگیتون هست، اما خودتون دماغشو ببینیم. اگر بهتون قول و وعده ازدواج داده، یه خود رو دقت کنید. حالا این شاید آقا نیستا، چشمای درشتی داشت، خانمیه تو دل زندگیتون، قول دادی که حتما باهاتون محرم میشه، بهتون ازدواج میکنه، ولی یه شخصیت پنهانکار و دروغگو، خانم یا آقایی که تو دل زندگیتون الان پررنگ حضور داره. خب اما بریم برای تکنیت ورق. لطفا نیت کنید دوستان، امیدوارم که از 12 ماه سالتون رضایت داشته باشین. بریم برای تکنیت ورق. بسم الله. انشاءالله که دوستانی که اونجا نتیجه نگرفتن یا جواب اصلیشون نگرفتن، از اینجا رو بگیرن، یه چند برگه براتون میکشن. خب ببینیم چه خبره. خب به زودی رابطه احساسی که به زودی دارم صحبت میکنم، وقتی میگم به زودی یعنی خیلی زودی، رابطه احساسی به زودی شکل خواهد گرفت، آغاز یک رابطه رو دارم برای تعدادی دوستان ببینم. اگه دوستانی هستین که اصلا معنی عشق و خوشبختی رو نچشیدین یا اصلا تجربه نکردین، توی خونه ای بودین، خانواده ای بودین، مجرد، متأهل، گذشته دار، تو هر شرایطی که هستی و احساس ناراحتی میکنی، به زودی عشق و خوشبختی رو تجربه میکنی. اگه اوضاع احوال مالیتون به هم ریخته است، به آرامش مالی رسیدن رو دارم ببینم، یک دوستی جدید رو ببینم،
ممکنه با شخصی که اگر ارتباطتون قطع دوباره ارتباطتون آغاز میشه یا یک آغاز یک رابطه دوستی جدیدی که به زودی شکل خواهد گرفت. کادو هدیه دیدار ملاقات براتون افتاده، مرتبط میتونه با خواستگاری باشه، میتونه شخصی رو که ندیدین دیداری تازه بکنین، ممکنه کسی سفر کرده ای دارین داره به دیدارتون میاد با هم دیگه ملاقات بکنین، شاید اصلا مناسبتی تولدی مراسمی و کادو و هدیه‌ای که به زودی دریافت میکنی، یه هدیه و کادو براتون افتاده. خب یه بدشانسی یه بدبیاری هم دارم برای تعدادی از دوستان میبینم، ممکنه کسالت، مریضی، بدشانسی یه قدری همچین ناآرامی توی زندگیتون به وجود بیاد، انشاءالله که به زودی حل خواهد شد. الان تو دل ارتباطتون، تو زندگیتون، تو دوستیتون یا حتی برادرتون، پسرتون، نمیدونم هر شخصی، همکارتون، آقایی رو الان از دستتون قدری ناراحت دارم میبینم. حالا ممکنه تو رابطه هستین، تو زندگی هستین، تو کارتون، تو هر فضایی هستین، یا آقایی رو دارم میبینم تقریبا جوان که از دستتون قدری دلخور هستن ایشون، و حالا چون این ورورش دوستی و کادو و هدیه افتاده میتونه دوباره ارتباطتون با هم دیگه شکل بگیره و آغاز بشه. و اگر عشق و خوشبختی رو گفتم تجربه نکردین، انشالله که عشق و خوشبختی رو بسودی تجربه خواهید کرد و از نظر وضعیت موقعیت مالی اوضاع احوالتون یه تکونی میخوره و یه قدری بهتر میشه، دغدغه خاطرتون انشالله که برطرف میشه. به امید خدا انشالله و یه خبر خوشم بهتون بدم، رویا و آرزوهای شما به واسطه شخصی به زودی برآورده میشه. اون شخص کی خودتون شاید بهتر بدونی، یا اگه نمیدونی شخصی به زندگیتون پا میذاره که شما رو به اون رویاها و آرزوهاتون میرسونه. تا دیداری بعد، خدا نگهدار. به امید لایک و کامنت های شما نازنینان. پادکست آرزو.